داریم میریم برای یه سفر خیلی خفن هیجان انگیز، سه روز وسط جنگل. همون نامدار کی قراره برگردیم؟ داریم میریم، برگشتمون مشخص. یه سفر جذاب فوق العاده میتونه خطرناک باشه. ما با سه تا دوست محلی عزیز که خیلی حرفه‌ای‌ان تو این زمینه داریم میریم. بریم و چکمه حتما ما بپوشیم. بدون چکمه نمیتونیم بریم. واقعا ابزار کاربردی. و نور باید باشه. برو بریم. از اینجا سفر جذاب ما شروع شد. البته پیمایش ما اصلا اطراف این دره نبود، یه جای خیلی فاصله دار. کم کم داریم وارد پیمایش اصلی میشیم. واقعا هیچ ایده ای ندارم راجع به اینکه چه اتفاقی قراره بیفته. خیلی خوشحال و هیجان زدم، خیلی خوشحال و هیجان زده، چون خیلی وقت بود که قرار بود با همون نامدار بیایم توی جنگل و نمیشد، ولی الان قراره یه عالمه تجربه خفن بهتون نشونم. همراه باشید، سابسکرایب کنید. ده ها فامدا گفت وایسین تا یه گله گاو بیان رد شن. چرا حالا نامدا؟ چرا؟ چون شادمو بترسن، شادمو بترسن، مسیرشون عوض بدم، عوض کنم به خاطر ما. رنگ لباس، رنگ لباس اون خودم. چه حسی داری داری میام تو جنگل؟ اصلا من خیلی خوشحالم، خیلی وقت بود که نیومده بودم. الان اصلا انگار روح تو بدنم نیست، روحم یهو اومد تو جنگل، آزاد شد، فرار کرد، رفت تو جنگل. نمیدونم تو دست من جسم بدون روح جسم بدون روحو به سختی دارم میکشم. الان روح حال نمیترسی الان به خانم قرار سه روز تو جنگل این تجربه عجیبو داشته باشی؟ تا آقای نامدار بچه‌های محلی هستن، شما هستین، ما نمیترسیم که. خوشحالی ولی من میترسم. نه واقعا من پشت شما قایم میشم. قراره که تجربه خفن باحال داشته باشین در امنیت کامل، چون که سه تا محلی با ما هم، این خیلی مهمه. خیالمون راحت. اون جون دیدم داری فیلم میگیدی. اه اولین چیزی که امون آمدار بمونشون دار چیه بری خانم؟ انرژه. اولین چیز نبودا؟ نه تو این سفر، تو این سفر. آبانجی انارویجه برای چی استفاده میشه؟ میخوایم ناهار کوچیک سبزی بزنیم با سبزی بزنیم. ناهار کوچیک سبزی میخوایم بزنیم با سبزی بزنیم. البته بعد این نه استفاده نکنیم بچه‌ها. چرا؟ میگم اینو باید باشه. باشوریم. باشوریم. سبزی جنگلی برای ناهار کوچیک سبزی بزنیم با سبزی‌های معطر جنگل. به خدا مجبوری نیت والا هیچی نمونه. والا و قابلیت این که بعداً بتونید این رو بخورید، این غذا رو، چون واقعا خوردن این غذا یه نهار بزنیم با هر چی که تو مسیح پیدا میکنم. هر چی پایم شدیدن این خوبه. احسان خاربیه به مازندرانی میشه اینجوری خوبه. یرماز پس به زیباش میگه یرماز. یرمازی هستم خیلی زیبا. دندونش آفسی کرده. خوشگله. فاروس دیارم خاله که دار های نار بزنم در حاکن خار
یعنی چی؟ داستان انار زدن میدونی؟ نه جمعه درخته علی تو برشه دار میگه انار پرت میکنن دو آرمه اصلا نمیدونم اصلا چیه بیناد انار میزنن سمت شما؟ تو شعر حسن شمایزاده شنیدم میگن جوم سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه نه. ولی اینجا الان واقعا همچنان داره آلاشه نه از گیله داستانش چیه؟ چرا این کار رو کنم؟ اونم داره یه جورایی سردوندن اون آدم های مزاحمه یعنی کسی که قبلا خوششون میومده از این دختر؟ نه نه مثلا میگن ما عروس ها دستگلشون رو پرت کنن هرکی بگیره وقتش باز بشه خب اینجا انار پرت میکنن که مثلا وقتشون باز بشه ولی انار پرت کردن سردووندنه یعنی آدمایی که پشت سر عروس داماد دارن میان و بالا گردنشونن آقای داماد میخواد عروس خانم ببره هجله اینا به پیش آقا کجا میایم برگردیم این انار رو بگیریم برگردیم با یه انار بیا این پیچ هم به قضیه سلام دایکرم یه نقد همراه تکیه یه نقد دسته کنه ندفوشی داستان اینجاست که بچه ها میزبانمونو به به آقا میزبانه کلبمونو اون وسط تو مسیر دیدیم آقا بریم ببینیمش سلام سلام خوبی آقا سلامتی خیلی شکرم حجیب فیدو الهی بچه ها بیم بلا بچه ها بیم بلا بچه ها بیم بچه ها بیم بچه ها بیم از اینا برای خود میخواد بگی خانو چرا میترسی؟ فکر کردم میخوای بالا اینو برداری؟ همون نامدار میگه که گاوایی که اینجوری با گوش این شکلی به ما نگاه میکنه اصلا نباید نزدیک بشیم چرا همون نامدار؟ چون امکان داره واسه یکی سرشونه آه یعنی حالت وحشیشونه؟ پشتتون رو بخوابه یه ذره میخواد نوازش دوستی کنه چی کردن و دیش کردن تهدید بیشتریه جدی؟ آره الان داره پیپی هم میکنه فکر کنم دفعه بعد دیگه همون هم دار ما گذشت که آقا همون در... طبیعت داشته باشیم این برگو وقتی اینجوری کنیم برگ لرگ لرگ گردون لرگ یا گردو رو به این صورت بذارین به دو سوراخ دماغتون همیشه میتونید بوی خوبی رو استشام کنید بعد محلی ها چرا این کار رو میکنن؟ میخوان از یه سری بوها در امان باشن میخوان از یه سری بوها در امان باشن محلی ها نمیشه گفت قدیمی ها بودن ولی الان کلن به دست فراموشی سپرده شده کاشکی که خیلی از این چیزهای قدیمی دوباره رو بشه اگه بدونید الان چه بوی خفنی رو دارم استشمام میکنم بوی پوست گردوی تازه بی نظیره لاب میکرده؟ خب این آقای ولیان دامداریش اینجا بوده خب این خونه سیلاب میکرده یه عالمه چوب از بالا با خودش میابرده یه چوب با ارزش بودن ایشون که کار دام کار رسیدن و کار خوش کردن و دامش تمام میشد میومد نبرد کنه اولین نفری بود که وارد حوزه آب حریم رودخونه خودش میشه در اینجا نزدیکترین جا میرفته چوبایی که با ارزش بوده رو مثلا یه کنده سرخدار می آورده الان اون کنده سرخداره؟ جدی؟ برای یک بومی شاید برای یه سری ها شاید خیلی با ارزش بوده می اومده با تبر یه تک می زده اینجوری نه خب اگر این چوب می پوسید و از بین می رفت کسی بهش دست نمی زد چون همه میفهمیدن که مال ایشونه یک نفر اینو علامت گذاری کرده چجوری؟ به احترام همون علامت زدنی کسی بهش دست نمیزن حالا این آب آورده رودخونه بوده توی جنگل اگر یه درختی میافتاد مثل این حتی اگر من هم صاحب معتنه بودم میرفتم یه تک میزدم بهش که
آره من دوست دارم ازش استفاده کنم. من اولین نفریم که انرژی گذاشتم، وقت گذاشتم، ساعت 4 صبح پاشدم اومدم، علامتمو زدم رفتم. اگر با صاحب مثلا هماهنگی می‌کردم، با صاحب جنگل هماهنگی می‌کردم، صاحب جنگل نمی‌دونم من چجوری اینو در یه جمله قرار بدم. کسی که اونجا من اون مرتعه رو علفچرشه دامش داره اونجا، آره. چرا میکنم خب باش همه این میکردم که این درخت افتاده، من اومدم نشونه گذاشتم، اگر شما اجازه بدیم و لازم نداشته باشین من ازش استفاده کنم. چه جاله این تک زدنه احترامی بوده برای بومی ها نسبت به هم. حالا آره کاملا انجامش دادی. باید که انجام نرودیم و بکرد دوتی نمیدیم. آقا مسیر عجیبی داریم، از کنار جنگل و رودخونه رد میشیم. روز اوله، من فهم میکنم فعلا یه سری لوکیشن ها و جاهایی که میریم شاید تکرار بشه براتون. در ادامه همراه باشین، میخواییم بریم جاهای عجیب غریبتر و خفنتر. با همدیگه از رو پل‌های طبیعی زیادی باید رد شیم فکر میکنم. اوه اوه واقعا دیدن این فیلم یه تجربه است برای شما، ولی تجربه اصلی حضورتون توی همچین برنامه هاییه که امیدوارم اگه شرایط بدنیشو دارید بتونید حتما شرکت کنید. چی میگن؟ گودماغ. گودماغ؟ یعنی دماغ گاو؟ دماغ گاو، دو تا سوراخ آب میدنه بیرون شبیه. اه چه باها. باید سدیم کم آب بخوریم و بریم واسه ادامه مسیر. بخوام آبش مزه چی میده؟ موز. مزه موز؟ چی نداره؟ محلیش چی اسمش؟ گاو خدا. گاو خدا. نه به حالت به همون جان خدای گو. جان خدای گو. چقدر زیباست. ریافه وحشتناک ولی اصلا آزاری نداره. بیا عشقم، بیا شما هم بگیر دستت. گاو خدا بیا اینجا. خیلی هم دستیه. اینجا یک گاو خدا پیدا کردی. بفهم، حرفم بزن. آقا توی طبیعت تو جنگل هر جا از این دراره دیدی که بسته بود بازش کردی، شما هم دوباره ببندینش و باز باشه نباشه بهتره. در گذاشتن که بسته باشه دیگه. آره. پس ما همه درهای باز و بسته ای رو که دیدیم باز باشه یا باز بود خودمون بسته بود خودمون بازش کردیم باید ببندیم. میبندیمش به خاطر حفظ مراتعشون چیز برای این که دوم غریبه نیاد تو مرتع دو نفر دیگه. بارون جنگل گل فیلگوش. حتی آجم داره همسی. آره ای وای آره دورش بگیریم. واه شش خورتوم هم داره. گل چی؟ گل طبیعی. طبیعی اولین چشمه آهکیه. چه جاله. رنگ سفید آب واسه اینه که ما به اولین پساب چشمه آهکی رسیدیم، مونده تا آبشار.
اوه این گوش نمیزنه اصلا. یک شب توی مسیر منو سجاد اینو پیداش کرد. نهاله؟ یه نهال به کوچولو بود. دوری کوچولو بستم که گوه نکنم. چه باحال. قضای امشب ما هم پیدا شد. خدا رو شد. اوه وای دیدی چی میگی؟ قارچ، قارچ خوراکیه؟ بله، قارچ جوهری. به به. حرفای هم بهش میگن. اون دیگه لطفاً توی استادیوم نزنین. بیپ. بو بزنین بشه. چی بود همون نام دار؟ ترجیحاً توصیه میشه که قارچی که تو طبیعت میبینین رو مصرف نکنین. اگر نمیشه مثلا 100%. چون مشابه خیلی زیاد دارن. قارچه سمی زیاده. اینا فشار میدم توش انگار خالیه. خالیه. یه فشار بدم پارشه؟ ندم. آها، این اگه فشارش بدیم خراب میشه؟ خراب نمیشه، حل نمیشه اینجوری اگر. آها، اینجوری خوشمزه، حالا خوش استایل. به به. سلام بابا. اداره بابا. چطوری خوشگلم؟ آی بهاره. خسته شدی؟ آی بهاره. نه. خستگی ندانه. ته خسته تن بلده. خیلی جونم. خیلی جای قشنگیه. این حضیره. اوی مانتی. برمان نگه دار خواه. آقا همیشه تو گروتون کلبه ای کلبه وسط جنگل. حالا تیکه که باید چوب بزنیم برشم. تا اون دست چه می‌کنه ما؟ استرو بلند. آخ آخ آخ. این ضربه فنیه چی؟ چون وضعیت اعتماد بکنه. خیلی خوب. آخ خیلی خوب. همیشه تو گروه یه دونه سویل باشه. فعال کاری. پر انرژی. بح بح. یادم نیست که شما سه تا چنار سبز میگیدی. همون فرید جاتون سبز سبز سبز. برو تور هم بگی خیلی باحاله. برو تور هم ببین. بله بله بله. تموم آشان در بطر که دفترش نمی سوزه؟ بس
بریم با هم دیگه سیستم این خونه رو ببینیم. من فهم میگم فقط همین اتاقه، ولی بریم جلو. اون هم دا گوشی تو هم زنگ میخوره. چش ببینم. بریم پنجره بگیریم. تازه این که چیزی نیست. یه فضا این ور داره، یه فضا اینجا داره. تا اینجا که رسیدیم تازه شروع پیمایشه. از اینجا قراره در واقع امروز یه کمی میریم جای خفن، فردا و پسش میریم تو دل جنگلی، جای عجیب غریبه. واه همراه باشید. خوزه به دنیا اومد شاید حساسیت کنم. آقا به به رسیدیم به یه آبشار و حوضچه آهکی فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده زیبا. همه اونایی که دیدید با اونی که در ادامه قراره ببینید رو آرزو میکنم برات. خیلی خفن. یه سلو میشو دلو هم بهش نشون بدم. بریم اون بالا. آقا به به چی بگم، همه چی دارید میبینید، خیلی خفنه. چه سرعتی در دوشیدنه. ای بای از این وقت و اون وقت تصمیه تکمیلی شد. مثل همیشه صبح من زودتر از همه بیدار میشم، این یه عادته. اومدم بالا روی صخره بالا اونجایی که هستیم، برای خودم شعر میخونم، آواز میخونم تا بچه ها بیدار شن. امروز که بیدار شن یه پیمایش خفن داریم، قرار بزنیم تو دل جنگلا. همراه باشید، امیدوارم اتفاقای خفن و عجیبی ببینیم. هرچی سخت‌تر بهتر، هرچی بیشتر پارشیم بهتر.
شیر پلای مازنی از برنج بیات دیشب با شیر بر خودمون نیست دوباره نیست. به به این طعم موز میده. پیمایش روز دوممون شروع شد. امون هم داره روز قرار چند ساعت پیمایش کنیم. همین نمیدونم خودش ترسناکه یه جوره. فقط داریم میریم. به به بریم که کلی لذت داریم از پیمایش وسط جنگل بکر. مامانش رفته این پشت در میگه. آره من یه با این که مامانش در بیاد دوباره یادم بالا. هه داره میاد. بیا به یه گاز بگی. والا اون خوشاشو با اسب بالا میاره خانه. صخره‌های آهکی که اون آبشار آهکی که الان اونجا داره قبلا اینجا بود. آه الان مسیرش عوض شده. چه فضای خفنیه. یه آبشار آهکی واقعا نشون میدیم مال چند سال پیش. آره 50 سال پیش 200 سال پیش. درخت سرخدار تا حالا از نزدیک ندیده بودمش. اولین باره که دارم درخت رو نزدیک میبینم. سرخدار درخت خیلی خاص و خفنه که الان در حال انقراضه و چوب قرمز قرمزی داره. خیلی جذابه. خیلی زیاد. راحت بشین بچه ها. کلن تو مسیر من دورون در میارم. راحت بشین. آقا توت فرنگی وحشی چی پیدا کردی؟ شما پیدا کردی؟ بیام بالا از رو گیاهش. اینجا رو نگاه میبینی؟ آره. اینه گلش اینه. بله دقیقا گلش اینه. وقتی که دیدی میخواد باید خالص باشه. بیاد همینش. بله این موی اسبه. احتمالا کونش رو با این درخت خانونده. بو نمیده؟ نه. وسط پیمایش و مسیر جنگل به یه چشمه رسیدیم که به این صورت میریم داخلش برای نوشیدن آب. مثل تمسا. دهنش رو بگی چه باحاله. اونجاست دهنش. از زیر درخت داره میاد. سوپر وای کن درختش هم بگی چه خفنه. و همچنان تجربه ما ادامه داره. بریم که پیمایش داریم حالا. بچه ها این درخته بزرگی که رو زمین میفتن امون نامدار میگه که این تمشکان اینجوری چسب زخم میان روشون. بعد اون محلی که درخت آسیب داده رو زده رو پر میکنن. از توی اینا نیست نهال در میاد. و چون تمشک روی نهال است و حیوانای دیگه نمیتونن بخورن نهال رو، نهاله رشد میکنه و میاد بالا. درختی که ریشه نداره تغذیهش داره از
شاخه درخت بغلی میکنه. شاخه درخت بغلی میکنه. یه هم چسبیدن. آه. نگاه کن دریاچه لفور از کجا؟ آخه ما کجاییم؟ نه که همون سعی دارم میکنم سیره کوفیه نوکیشو نگاه ایلی حال میده سم اخو با محلی هر منطقه میتونم از کجا خفن میگی؟ بله ما داریم میخوریم جایی شما خاله دکتر نامدار بذار این بر بیام که من مشخصا دکتر نامدار دکتر نامدار هستم من نمیخوریم والا نه اوه اوه که ما تو همچین ویو خفنی بریم اون تو و قضا بزنیم. خوشحالی هم افشان از این که بالاخره رسیدیم. آره به 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 آها نکته فوق العاده ای بود. ما با آقا موسی زنگ زدیم ازش اجازه گرفتیم و داریم به دامپر کردیم. زنده باد دم شما گرم. ببین به چی رسیدیم. این همون بزخایه بابا خودتون گفتید یا قارچ جوهری. آره خیلی خوشمزه است. یعنی اگه خایه بز اینقدر خوشمزه است من خورندشم. هر کی هم نمیخوره اشتباه میکنه. به به توی کلبه رسیدیم و به این خانم داره سبزیه که چیده رو پاک میکنه. الزی یه آتیش برا کردیم و الان میریم واسه یه آخه نهار جذاب. واقعا یه برنامه خفنی شده. خیلی خفن. مسیرهای عجیب غریب و باحالی رو پیمایش کردیم و ویوهای فوق العاده. پای من داره بخار بلند میشه. مشخصی یا نه گفتم ما با همون هم داشتید خفن تجربه میکنیم. ساقه گلپر طعمش خیلی باحاله. بگیدی چی دار؟ پشوگاهش دیگه میرم بیجام هم گفتیم من گفتیم گاز بزن بزن گاز بزن نه خواهی؟ نه خیلی خفنه تمش خیلی خوشنه. تو ترش خود بخوری؟ خب این فضایی که میبینید ما الان نهارم تموم شد. باید بریم. چرا من نمیبینمش خودم؟ آها دیدم. باید بریم اونجا اون سه نقطه سفیده رو میبینید اون دور. الان پیمای شروع شده ما از اینجا باید بریم اونجا. نظرت چیه بخوام از این مسیر کوتاه؟ خیلی قشنگه. خیلی لذت بخشه. این خوبه. اسا خاربایی. اسا خاربایی. توی مسیری که ما داریم میریم پر از این دامسرهای این شکلی که خیلی هم جذابه. وسط 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 جنگلی یه جای خیلی بکر و باحال. یکی
آقا این سنگایی که میبینید جمع شده اینجوری یا اونجوری برای اینه که تو این مرتع رشد علوفه براشون مهمه. پس محلی‌ها میاد چیکار میکنن؟ اینجوری سنگا رو جمع میکنن که آره هم یه جا به زمین بیشتری برای علف داشته باشه. ایده گوشه یه آسمون پر رنگین کمون من شدم رود خونه دلم یه مردا اگه با دیگه کم کم داریم تجهیز میشیم به ابزار آلات جنگل و دیگه بریم برای شکار شیر جنگلی. البته اون شیری که از سینه گاو میاد. بی نمک. یه چیزی که اینجا پیدا کردیم زغال سنگ اینجا معدن زغال سنگ داره. اون آمدار میخواد اینجا تله بذاره، تله‌ای که توی زمستونا محلی ها میذارن و پرنده میگیرن، باش پرنده میگیرن بدون هیچ تجهیزاتی. همون تجهیزاتمون رو از جنگل تهیه میکنم. این همون پوست درختیه که تو مسیر برداشتیم. اولش باید بدونیم که کجا پرنده ها وای میستن. شب میان برای غذا خوردن، برای استراحت کردن یا هر چیز دیگه. بومی ها میدونن دیگه، من طرف رو نمیشناسم. پرنده قراره این لا بره، باید یه جوری ببندیمش که پرنده لای این اجارامون رد نشه. دو طرف و دیوار چوبی میکشن و پرنده هم قراره از این لا بره. بعد اتفاقی که برش میفته جالبه. یه موقعی همون همدار میگه لنگ پرنده که گیر میکنه اینجا تله میره رو هوا، بنده خدا پرنده خودش میره لنگش میمونه توی حله. خب پیش میاد. اینا چیزاییه که شاید آدمای شهری کمتر دیدن، ولی واقعیت زندگی یک محلیه. پس فقط وقتی داریم این فیلم رو نگاه میکنیم به چشمه تجربه ببینیمش، نه به چشمه عقل کل. خب بهم میگن اجار؟ این اجاره. یه پایی باید درست کنیم که علامو رو روش سوار بشه. اون آبدار یه چوب جوری برداشته که نیمچه گردش میکنه و دو طرف رو میکنه تو زمین. باید خمش کنیم که نشکنه. باید خمش کنیم که زمین آدم هم میشه گرفت. شاید اون غرقابول هم گرفتیم باش، عبیا هم گرفتیم و اون دوی دیگر هم شانسکی میشه گرفت باش. اون چوب سفته رو من زنم. آره. این پرنده تخصصی برای این تله تخصصی برای عبیا. خب اونم پوست همون درخت چی بود؟ نمدار. درخت نمداری بود که کندیم. اما سر من اون اساس میتونم بسیم جوری ببندیمش که پرنده لای این اجارامون رد نشه. دو طرف و دیوار چوبی میکشن و پرنده هم قراره از این لا بره. بعد اتفاقی که برش میفته جالبه. یه موقعی همون همدار میگه لنگ پرنده که گیر میکنه اینجا تله میره رو هوا، بنده خدا پرنده خودش میره لنگش میمونه توی حله. خب پیش میاد. اینا
اینا چیزاییه که شاید آدمای شهری کمتر دیدن، ولی واقعیت زندگی یک محلیه. پس فقط وقتی داریم این فیلم رو نگاه میکنیم به چشمه تجربه ببینیمش، نه به چشمه عقل کل. این دقیقه این کار همون دو من اصف بندیم بگیم میگم میوک میوک؟ آره که معمولا با دو من اصف درست میکنم و زامن تلم و ماشه تلم و دیم. هم بیاوزه آره پیه جلوتر تکنیکاله گردله سر صورت رو میاره پایین. الان دیگه خیلی خطرناکه، من باید برم از بالا رفت شد. این اون لحظه کذاییه که احتمال داره پرپر کنه یه پرنده رو، حتی کسی که تله میذاره. آره اوکی. اما لازم میشه من باید چوب مثل پای پرنده برم تو تله؟ خیلی باید مراقب باشیم. از اون بر، از سمت شما بر. آره چون شیبش به این بره. خب من یه چوب از این بر بردارم. بیا با عصاتون هم. آره عصات خوب فاصله شم میشه. حالا این تله تموم شد. شما فرض کن که الان من یه پرندم، اینم پامه. و آرزو هم دارم. آرزو هم دارم. تو رو بگی. این پرند... صفحه این پرنده مهاجر میاد پاشو میذاره روی این. من میرون بالا بزون میشه. یعنی بست و رفت. اگه حیوان اینجا بود پاش این تو بود الان برعکس بود. الان یه پا تو هوا بود. آره. خیلی باحاله. یه روش تله گذاری هم یاد گرفتیم. مرسی. احوه رسیدیم به کلبه رضا. بله بله یک کلبه خفن وسط دل جنگل. یاکچی پات چی شده؟ و قسمت آخر برنامه با یه هلیکوتینی مازندرانی تموم شد. آقا دمتون گرم. خیلی حال داد، خیلی حال داد. آقا به به سابسکرایب کنید، همراه باشید. یعنی میخوام بگم که اون چیزی که شما تو فیلم دیدید شاید یک دهم زیبایی هایی که من تجربه کردم هم نبود. حتما تمام این فیلم هایی که میبینید و خودتون بیاید و تجربه کنید.